باز کنم چشممو؟ بله، حالا میتونی باز کنی. چه خونه خوشگلیه. خوشگلیش که به عروسش رفته. خونه خودت دیگه مون بشه. وای مامان. کیمیا جان، اینقدر به خودت زحمت نده. خب ما گشتیم نبود دیگه. یعنی چی؟ میشه که من 5 تا رشته انتخاب کردم، بالاخره یک شو باید قبول شده باشم دیگه. خب انشالله سال دیگه قبول میشی، دوباره شرکت میکنی، نگران نباش. سال دیگه چیه؟ ای اصلا پیک این بره. چرا داریم این خورمشهر؟ دیگه بیام دیگه عتیقم که سله داییتم که دستان هست، بیام یه سر سامونی به چرداغ بدم. خبری شده؟ نه، چه خبری شده؟ هیچ خبری نشد. من نمیخوام یه بحثی رو چند بار تکرار کنم، ولی بهت گفتم قبلنم تو دیگه الان متأهلی، دلیلی نداره همه وقت تو به دوستای دوران مجردیت بگذرونی. دانشگاه باعث نشه زندگی تو به امان خدا ول کنی. مرد توجه میخواد، مرد رسیدگی میخواد، یه وقت مشکل پیش نره. شاءالله که مشکل پیش نیاد. حالا زندگی زناشویی یه مشکلم پیش اومد، صبوری کردنش با توه. من اصلا توی خونه با من حرف میزنی؟ من اصلا میدونم تو چی کار میکنی؟ من هیچی نمیدونم. ببینم تو کی هستی؟ تو اصلا کی خونه که من با حرف بزنم؟ من که همیشه خونم یه دونه دانشگاه سفر پیش دوستاتی. من پیش دوستام. بله، فقط پیش دوستاتی. بله. سلام مامانی، خوبی؟ خیلی ممنون، من خوبم، شما چطورین؟ زندوی اینا، کیوان، کامرا همه خوبن، سلام بهشون برسونین. خدا رو شکر ما هم خوبیم. کیمیا سلام برسونه. عزیزم سلامت باشه. عزیزم سلامشو برسونه. آره همه خوبن، کامران هم خوبه. بخوای باش حرف بزنیم؟ آره باشه. گوشی دستت باشه ببینم با حرف میزنی یا نه. کیمی جون، کیمی جونه، بگو سلام کیمی جون، بگو سلام کیمی جون. الو مامانو اذیت نکنی ها، کامرا داره نگات میکنه. ماما همینطوری چه میدونم قربونت. کیمیا چته پس؟ نه کیمی سکم دلم براتون تنگ شده. قربونه دلت برم، دل ما هم برای تو تنگ شده. از بابا چه خبر؟ حالا ما منتظر سید هاشمیم، قراره بیاد، برسه بهت زنگ میزنم. کیمیا مامان جان، حالا بیدارت هم کردم، مواظب باش، خیلی زحمت نکش، خیلی کار نکن، یه وقت از پا میفته قربونه شکلت برم. من چشم، خیلی مواظب خودتون باش، ما خیلی دلم تنگ شد، تو خود زودی بیان. باشه مامان، به شوهرت سلام برسو. قربونه شکلت برم، برو بخواب. خداحافظ مامان جونم، قربونتون برم، خداحافظ. عزیزا میری بیا سبونه بخواب. مامان چی شد؟ هیچی، بچه دلش تنگ شده دیگه، تک تنها تهران. پنیر بیار جلو. بیسکویت کامرانوش بده. بیسکویت رو این بیسکویت بده به کامران. بذار پنیر برش بمولم بیسکویت بده. شیرشو خور، شیرشو خور. شیرشو دادم بشو. کابرا، له شده ها و نفله رو نریزی بی خود وزن جبر زیاد کنی ها. زهر رو بگیرم. مریم، بی خود این خوشه رو نریزی قاتل جبر. الو بله شریف توی؟ خب نمیشنوم صدا تو. آره کی؟ سید هاشم؟ میگم سید هاشم؟
خیلی خوب. آره میام. الان را میفتم. باشه. سلام، چشمت روشن. مرتضی عمه چته؟ ببینم چته؟ عطری چی شده فاروق؟ با تو میگم فاروق چی شد؟ کشتی منو حرف بزن شریف. شریف فاروق چی شده؟ سلام علیکم. بشین سید. سلام سید، بفرما. سید از فاروق چی خبری آورد؟ خواهر من، اوضاع عراق اینقدر خرابه که روز به روز داره بدتر میشه. صدام دیوونه شده، افتاده به جونه ای عراقی ها، و خصوصی شیعیان. اموالشون داره غارت میکنه. تکریتی ملعون تشنه شده به خون شیعه و ایرانیان. سید میگه چند روز قبل ریختن توی تجارت خونش و غارت کردن، دارانه دارش هم بردن، خودش هم انداختن تو زندان بغداد. زندان بغداد؟ بنده خدا از زن و بچهش هم خبر نداره، نمیدونه چه بلایی سرشون آوردن. سید ببخشید، حالا خاله تام بعد ازت میخوام یه سوال بکنم. تو زندان بغداد از فرخ خبری نگرفت؟ خواهر من مولد بده، من همه چی بهت میگم. این آقا رو بردن زندان بغداد، فرخ رو ندیده، فقط فهمیده حالش خوبه. سه روز اونجا بودیم، بعدن با چند تا ماره آوردن تو حدود اینجا، سر حدود با زور اسلحه و تفنگ فرستادن تو خاک ایران. یکی از معمورا اونجا من عشیرمون آشنا بود، بعدن بهش پول دادم، خبر میاره برام. گفتم بهت پول میدم، هر چی میخوای بهت میدم، طلا میدم، نجاتش بده اینه. اما چی؟ اما نذاشتم به اونجا برسه. آوردن تا لب مرز شلمچه و از عراق بیرونش کردن. زوجتی و بنتی ابویه. ابویه ابویه. انا صدام الملعون تكريتي لعنت الله عليك. لعنت الله عليك يا صدام. سوتوي انا. بالاخره فهمیدی مشکلشون چیه یا نه؟ نه، هر چی هست مربوط به همون سالای مبارزه است. رضا هم که دلش نمیخواد راجع به اون سال اصلا حرف بزنه. خب پس شاید اصلا همون حدسای خودت درسته. من میگم اگه واقعا فرشید خطایی کرده، چرا رضا مخالفت نمیکنه؟ من اونو بلا تکلیف گذاشته نمیاد بشینه حرف بزنه. خب شاید هنوز کامل قطع امید نکرده، یا اینکه میخواد بشه فرصت دوباره بده. یا کیمیا، مثل اینکه مهمون داری. آره خب باش، حال اشکال نداره که بیا ستایی با هم میشین. نه من دیگه مزاحم نمیشم. ببخشید این همه راه هم اومدی، هی دلم خود دعوتت کنم این روزا خونه. هی حالا یه روز دیگه انشالله خوش بگذره بهت. شرمنده نه عزیزم. خدافز. خدافز. سلام. سلام فرزانه جون. خوبی؟ خوبی قربون شما. ممنون. خیلی چون خبر نزدیم. خب بیا. به به. بفرمید بفرمید تو. ببخشید معطل شدیم. بفرمید. به 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 چه خونه قشنگی. چه خوش سلیقه. خیلی ممنون. عکسشون رو ببین. خیلی ممنون. خیلی قشنگه. از لطفتون خیلی ممنون. اتفاقا من از آرش چندین و چند بار جوی احوالتون بودم، ولی گفت مثل این که خارجین و خیلی ایران نیستین. حالا باب شلوغ پلوغه میرم میام. این دفعه دیگه اومدم گفتم اولین کاری که میکنم بیام کیمیا رو ببینم، ببینم خونهشون چه جوریه، زندگیش چه جوریه. من یاد زنگ به آرش بزنم. نه 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 نه، آرش چی کار داری؟ بهش بگم زودتر بیاد دیگه. بابا میخوایم باهم حرف بزنیم، اونم میاد. خب باش، بس شام بگین چی دوست. شام نمیخورم. نه نمیشه که، اصلا نمیذارم بدون شام. حالا باش، حالا بفهمید. میخوایم بشینیم حرف بزنیم. بفرمایید. ولی آرش چه جوریه؟ خوبه همه چی؟ بله خوبه دیگه. داری اینجوری اذیتت میکنه؟ نه بابا نه، خوبه.
جالبه واقعا. کیمیا سلام آرش. سلام. ببین کی اومده. سلام. اینجا چیکار میکنی؟ بی خبر. من میخوام فرزانه جونو برای شام نگه دارم، منتها خب با من تعارف میکنه، تو بهش بگی حتما. یه قرص سردردی چای چیزی برای من بیار، خیلی سرم درد میکنه با این وضع رانندگی. سر درد میکنه؟ آره. الان میارم، راضیش کن. اینجا چرا اینجوری رانندگی میکنه؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ میدونستم خیلی هیجان زده و خوشحال میشی بیام اینجا، گفتم بیام یه سر بهت بزنم. برو بیرون تا اون روی سگم برو نیومده. باجو باشه، ولی انگار یه چیزی یادت رفته. چی؟ قول و قرارمون، سهم من، سند مشفق. مثل اینکه مشفق خوب نمیشناسه، ناظر ملک املاکش آتیش بزنه ولی سندش دست من نده. الان باش حرف زدم، گفت که سند دست توی که پولش کنی. واسه همینه میگم نمیشناسیش، گیرت آورده. این که گرفتار یه پدر و پسر دروغگو شدم که شک ندارم، اما الان با تو طرفم. فکر نکن با دو سه تا کاغذ پاره میتونی گولم بزنی. منظورت چیه؟ منظورم همون سه تا سندی که پیش من داری و رفتی اعلام سرقت کردی. الان میفهمم برای چی سوختی. ناراحتی دست تو خوندم. آره میخواستی سند رو جعل کنی ملک و املاک رو کشی بالا، نشو خر داغ کردم. گوش کن آرش، صدا تو بیار پایین. یه بار دیگه بخوای خونه زندگی منو بریزی به هم، خونه ای که مشفق با اون همه لطف بهت داده جوری از زیر پات میکشن بیرون که با کله بخوری زمین. حالا برو گم شو. کیمیا جون شام درست کرده، به اون چی میخوای بگی؟ کیمیا جون غلط کرده با تو. خب دیگه فرزانه جون باید راضی شده باشه. بفرمایین چای. هر چی اصرار میکنم میگه باید برم، عجله دارم. چرا؟ بی خورده حالم خوب نیست، گرفتارم. ایشالا زودتر خوشه. دیگه اصرار نکنیم که معذب نشه دیگه، بذاریم برسیم تشت. چایی تو اقل بخور. عجله داره، میخواد تا هوا تاریک نشده برسیم. آخه اینجور که زشت شد، من کلی شام درست کردم فرزانه جون. وقت زیاده. سمن آرش میخور از بچگی عادت داره. میبینم اتون. خوش گذاشت. خدافز. یعنی چی؟ چی شد؟ چی بهش گفتی؟ هیچی. هیچی که بس، چرا رفت؟ بهش گفتم نمیخواد بیاد اینجا، به همین سادگی. یعنی چی؟ چرا نیاد؟ دوست ندارم، خونه منه، من تصمیم میگیرم. صب کن، خونه منه یعنی چی؟ این چه درست حرف زدنه؟ دوست ندارم بیاد اینجا با حرفاش بین من و تو رو به هم بزنه. بیچاره مگه چی گفت؟ اون که همش داشت از تو تعریف میکرد. تو نمیخواد اونو به من بشناسونه هیچ. اتفاقا من اصلا نمیخوام اونو به تو بشناسونم، من میخوام خودم باهاش آشنا بشم. روز عقد ما یهو یه خواهر برای شما سبز شد، من میخوام ببینم این از کجا اومده، تا حالا کجا بوده. مزخرف میگی؟ چه مزخرفی دارم میگم؟ نه خودت هم خیلی خوب میدونی هر دفعه من ازت درباره رابطه تو با این دختر حرف زدم، هر من اصلا تو دنبالش میگردم که اون دختر خواهرت. میدونم دنبال بهونه. دنبال چه بهونه؟ چیکار کردی؟ Oh.
بله. سلام، بفرمایید. سلام زنده. سلام. خوش اومدین، بفرمایید تو. بفرمایید. خیلی ممنون. شما خوبی؟ زیارتتون قبول بشه. ممنون. اونجا که همش یاد شما بوده. یه شب تا حالا 10 بار زنگ زدم چرا گوشی بر نداشتی؟ نگران شدم. ببخشید من مامانت هم زنگ زده بود. هم واسم درد. آرش کجاست؟ ببخشید. آرش بفهمه بشه. من الان بچه‌ها چرا اینجا خوابیده؟ نمیدونم، من که دیشب دیر اومدم، یعنی اون دیر اومد، من دیگه خواب بودم. بفهمه زنده، بفهم. بفرمایید زنده، الان براتون چای میارم. کی میام؟ بله. چیزی شده؟ نه، چی شده؟ خب گفتم که مامانت هم دیشب زنگ زد، شما جواب نداده بودی، نگران شده بود. من که گفتم خواب بودم دیگه، سرم درد میکرد، خیلی زود خوابیدم دیشب. این کارو کرده؟ قربون عشقات برم، اینجوری گریه نکن، من باهاش حرف میزنم، خودشم الان پشیمونه، ازت معذرت خواهی میکنه. ولی کیمیا تو هم اشتباه کردی. آخه من چه اشتباهی کردم؟ خب آخه وقتی آرش دوست نداره با خواهرش در ارتباط باشه، تو هم نباید بهش اجازه دخالت بدی. کیمیا، تو همه زندگی اینجا رو بحثا هست، فکر میکنی من دایید کم از این دعواها داشتی؟ درستش میکنم. من برم این زمین مامانم بزنم. کیمیا، یه وقت به مامان چیزی نگی، یا راه دوره، نگران میشه، کاری از دستش بر نمیاد که. بسا بعد آرش. سلام. چه سلامی، سب کن، کارت دارم. راحت رسیدی؟ تو چی کار کردی؟ دست رو کیمیا بلند کردی؟ سب کن ببینم، این همون دختریه که واسه رسیدن بهش خودتو به آتیش زدی؟ درستش میکنم، خراب کردم، درست میکنم. چی رو درست میکنی؟ میزه بده من برم کارخونه، بایزد بیرم شده. آرش الان وقت رفتنه. موزه بخورد. آرش با تو هم. آقای وزیری، چرا متوجه عرض بنده نیستید؟ ما امکان پرداخت خارج قرارداد رو نداریم. پس قرارمون چی میشه؟ ما با هم حرف زدیم. آقای وزیری، دیگه قرارداد و پرداخت خارج قرارداد رو فراموش کن. چطور سواری دلا دلا نمیشه. ببین، شما مأمور خریدی، قدمت رو چشم. ما هم یه بار، دو بار،
ده بار گفتیم خارج قرارداد یه حق و زحمه به شما پرداخت کنیم. ها دیگه همیشه که نمیشه بول زور داد. معنیش اینه که دوست نداری با ما کار کنی. هر جور دوست داری برداشت کن. باشه، شما عجل راحتی. بفرما. اینجا چه خبره؟ صداتون داره تمام میاد. خب کجایی شما آقا؟ آقای مهندس دارن زیر قول قرارشون. سر پورسان من یک ساعت داره با من بحث میکنه. بیار پایین شما. نه خیر، من با هیچ کس قول و قرار همیشگی نذاشتم. من گذاشتم. روالم اون روال سابقه. بله آقا. یعنی چی؟ همینی که گفتم. آقا ما نمیتونیم به اسم حق و زحمه حق و حساب بدیم که. پولشو بده. آرش. همینی که گفتم. شما برو بیرون. من با این مشکل حرف دارم. اجازه بده. بله. دست شما درد نکنم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم ازتون، محبت کردید. آقا جهت خرید بادم خدمتون برسم دیگه. گفتم که روالم اون روال سابقه. خیلی ممنونم، مرسی آقای مهندس، تشکر. با اجازه. آدم اون اینجوری زایه میکنن دیگه. آره قرار اینه؟ من شما رو زایه نکردم، تو منو زایه میکنی که وقتی یه قول و قراری میذارم پاش بای نمیسی. اصلا این عصبانیت واسه چیه؟ مشکل کجاست؟ مشکلم هر کی باشه تو نیستی منیچر، فقط حوصله ندارم سر به سرم نذار. ببین من یه چیزو میخوام بدونم، ما تا کی باید به این اون حق و حساب و رشوه و از اینجور چیزا بدیم؟ همین پولا تونسته این کارخونه رو سرپا نگه داره. دستمزد کارگرا رو داشتیم چند ماه پیش از جیب میدادیم. من روشم تو مدیریت کارخونه این نیست. اتفاقا من روشم دقیقا همینه، تا هر موقعی هم باشم همین روش رو ادامه میدم. ببین من میدونم مشکل یه جا دیگه است. تمومش کن. تو خونه با کیمیا در گفتم تمومش کن. با کیمیا از تغییر رفتاری که توش به وجود اومده معلومه که این مشکلی پیش اومد. بله بله. ببین میشه حد زد مشکل مهتاب خانم، من هر مشکلی باشه درستش میکنم. بله قول میدم حلش میکنم، نگران نباش. خداحافظ. چرا نمیخوای مشکل تو به خود من بگی؟ پس مسئله کیمیا بود دیگه؟ بعد حس میزدم مادرم نمیتونه راز نگهدار باشه. یعنی تو میخوای از من که دو طرفه با هم دیگه نسبت داریم رازی رو پنهون کنی؟ نمیخواستم ناراحتت کنم. میدونی مشکل تو چیه؟ یعنی که خوب بلدی مشکلات و مسائل بیرون خونه رو حل بکنی، ولی توی خونه کمیتت میلنگه. میدونی برای چی؟ برای که بیرون از خونه قهرمانی، اوسایی، تو خونه بی سواد، هیچ کاره. چرا؟ چون تو بیرون خونه تجربه داری، تو درون خونه هیچ کاری، در میمونی. یه جرواست ساده بدن.
ببین میخوای رازی رو بهت بگم؟ کیمیا این توه، لنگه خودته. مثل من نیست که کوتا بیاد وابده تسلیم بشه، نه، این خودت کله شق مقروره. وقتی دو تا آدم کله شق با هم دیگه زندگی میکنن، بالاخره یکیشون باید میدونه به اون یکی واگذار بکنه. اون وقت مسائل و مشکلات کوچیک میشه گرفتاریهای بزرگ. به کیمیا تلفن میکنی، ازش عذرخواهی میکنی، به شام هم دعوتش میکنی، کادو هم یادت میاد. منم تنهات میذارم راحت بتونی حرف بزنی. تلفن کن دیگه. سلام کیمیا. سلام. من زنگ زده بودم بابت اتفاقای دیشب ازت عذرخواهی کنم. یکم فشار کار روم زیاد بود، بالاخره از کوره در رفتم. ببخشید. میخواستم ازت دعوت کنم امشب با هم دیگه شام بریم بیرون. خیلی ممنون، من حوصله ندارم، کارم دارم، درس دارم. خیلی ممنون، خداحافظ. درد که نمی کنه دستم بشکنه. من واقعا ازت معذرت میخوام، نمیدونی دیشب تا حالا چی بهم گذشت. فقط خواهش میکنم تمومش کن، یعنی بشیم شام بخوریم، صحبت کنیم. راستی یه چیزی هم برات گرفتم. ببین آرشو ببخش، ببین اینم داره میگه دوست نداری؟ احتیاج به این کار نبود. میدونم، گفتم معذرت خواهی کنم. بخواه بندازم گردنت؟ نه باشه، برمان باشه. ببینم هنوز ازم ناراحتی؟ حالتو به تق میدم. میدونی اگه راجب گذشتمه که یه کوچولو به مخت بده. خودم هرچی لازم باشه بدونی بهت میگم. میدونی بچگیم خلاصه شده تو ثروت و قدرت و تمام بریز و بپاشای مشفق، همین که با وجود همه اینا حتی این قدم احساس خوشبختی نکردم هیچ وقت. تو تمام این سالا وقتی که خیلی تنها بودم تو رویاهام فکر میکردم، میگفتم خدایا میشه یه روز یکی رو پیدا کنم که خیلی دوستش داشته باشم. اونقدر که وقتی میبینمش دلم چجور میگن هاری بریزه. وقتی میبینمش احساس خوشبختی کنم خیلی زیاد. من فکر میکنم الان آدم پیداش کردم. تو همه رویای منی. اگه موقع کاری میکنم که اذیتت میکنم واقعا ببخش منو، بذار پای دوست داشتنم. همین، بریم شام بخوریم. میدونی از چه خصلت مشبه خیلی خوشم میاد؟ که هر چیزی رو بخواد به دست بیاره شده شهر رو با آتیش بکشه آخر حقشو میگیره. نمونهش ملک و املاکش. ببین با اون همه آدم درگیر بود ولی آخر تونست حقش بگیره. خوشم میاد ازش. ولی با پارتی بازی؟ حال با پارتی بازی هر چیز دیگه ای، مهم اینه که حق تو بگیری، وسیلهش مهم نیست. ببینم چی میخوری. جوجه. ممنون. فقط بازی نکنم.
درسته به خوبی دست باختت نمیشه، ولی رستوران خوبی گرفتم. میگم یه خبر خوبم دارم برات، یه کادوی خیلی خوب که خوشحالت میکنه. نیازی به خرج و این کارا نیست. طلا جواهرای این مدلی نیست. فردا میارم میبینی. خوشحالت میکنه. به هر حال نیازی نیست واقعا. بله. سلام آقای وزیری، احوال شما چی شده؟ من که بهتون عرض کردم طرف حسابتون منم. آقا من سر هرچی گفته برای خودشون گفته، شما نگران نباشین. شما بله متوجه. ببین آقای وزیری، من نگرانیتون رو میفهمم. شما نگران پورسانتتون هستین، منم عرض کردم من همش رو تمام کمال پرداخت میکنم. نگران نباشین، حرف من حکم سند داره. ببینید شما هر چی بیشتر خرید کنی برای شرکتتون، کمیسیون شما هم بیشتره. من یه پورسانتی بهتون میدم که حسابی از خجالتتون در بیام. ممنون شما. ببخشید الان دیر وقت، اگه اجازه بدین فردا تشریف بیارین کارخونه با هم دیگه مفصل صحبت کنیم. نگران نباشین، من در خدمتتونم. شبتون بخیر. خداحافظ. تو چرا نمیخوری؟ چرا؟ وای نگس، خوش به حالت، خیلی کار هیجان انگیز خوبیه. واقعا اگه اینقدر دوست داری میتونم به عمو حبیب بگم. اونا کلی کتاب دارن که تو نوبت چاپ هم ویراستاری میخواد. آره خب مگه از خدامه بهشون بگی؟ ولی نمیدونم از پسش برمیام یا نه ها. خانم شما از پسش برمیام. فقط یه مشکل کوچولویی هست. پولش خیلی کمه. نگیس این چه حرفیه میزنی؟ اینو بده من ببرم. من یکم روی این کار میکنم، اگه راضی بودین و خوب بود کارم بعد بقیه کتابا رو به من بدی. چون کارش تو خونه است، خب خیلی خوبه برای من دیگه. آقا رضا. به به داداش شما سلام. سیاه نشی. سلام. خوبی؟ چه خبر؟ از این طرفا؟ چه خبر؟ چیکار میکنی؟ چه خبر از جهاد روستاها؟ حسابی مشغول شدی یا؟ آره حسابی. کاش شما با این تخصصی که داشتی یه سر میومدی اونجا. به خدا کمک حال بود. دلم میخواست بتونم بیام. اما نرگس چیکار کنم؟ تو این دو سالم همش زحمتش گردن شما بود. بالا گردنتون. نه بابا خواهش میکنم، مراهم بودی. عباس، خودت چای برده. نه زحمت نکش. عباس آقا. بابا خواهش میکنم. چه خبر از این طرفا؟ مخلصیم. والا چیزی شده؟ نه، چیزی نیست، خیره. رضا من و تو پسرخاله این، با هم بزرگ شدیم درست، ولی بعضی وقتا فکر میکنم هنوز نشناختمت درست. منظورت چیه؟ چیزی شده؟ لطف چجوری بگم، این فرشید دیگه واقعا من خدا آسی شده. کی باید تقاضا کارشو پس بده؟ پس واسه حرف پرسی نیومدی؟ نه اومدم دو کلمه حرف حساب بشم. ایمان من این روزا خیلی گرفت دارم، کلی کار عقب افتاده دارم. خب یکیش رضا جان، تو اصلا مشکلت اشتباه فرشید نیست، حتی مشکلت فوت خالم نیست، مشکل تو خودتی. آره حق با توه. شبا تا صبح کابوس شکنجه میبینم، صبح که چشمو باز میکنم فکر میکنم هنوز توی زندانم. رضا جون بس کن، تو این کارا رو برای رضای خدا کردی. شکنجه و حبس و زندان و اینجور چیز هم جزی از مبارزه است. ممکنه ما هر کس دیگه ای جای این فرشید بود این بلا سرت بیاد. تو هنوز فرشید رو نشناختی پیما جان. تو شناختیش؟ هنوز داری تنبیهش میکنی آخه. بابا این نه یه بار، صد بار امتحانش رو پس داده. به والله دارم میگم رضا. پیما خود فرشید بهتر از هر کسی میدونه که چه غلطی کرده. یادت من گفتی اسلحه دستش گرفته داره دنبال اون ساواکشه میگرده که بره ترورش کنه؟ یادته؟ آره. میدونی چرا؟ به خاطر که میخواست روی گناهاش سرپوش بذاره. حالا فکر میکنه که اگه بیاد رضایت منو بگیره و با نرگس ازدواج کنه تمام گذشتش پاک میشه. نه پیمان جون نه، اون خیلی زوده که از عذاب وجدان خلاص بشه. این هم به نفع خودشه هم به نفع آیندهش. روشن کن بریم. چی شد؟ ساکتو ببند، ما هم برگردیم روستا. روستا چیه؟ رضا چی گفت؟ فرشید،
فکر نرگس از سرت بیار بیرون. روشن کن، روشن کن بریم. اگه چه کار کردم میگی؟ روشن کن بریم، یالا. سخت میگیره. بیدونی مشکل هم اینه که سخت میگیره. روشن کن. سلام کیمیا خانم. خوبی؟ سلام. سلام کیمیا خانم، همسر خوشگل بنده. خوبی؟ ای خنگ، این همون کادویی که بهت قول داده بودم دیگه. ناهید خانم قراره از امروز بیاد کمکمون تو این خونه، چطوره؟ ولی من احتیاج به کمک ندارم. میدونم، من هر کاری میکنم به خاطر اینه که آب تو دلت تکون نخوره. دوستانم، حالا که میخوای بری دانشگاه همه حواستون اونجا باشه، اصلا فکر خونه رو نکنی. تا روزی که درس میخونی، شست و شو، پخت و پز، هر کاری رو میدونی میسپاریم به ناهید خانم. خوبه؟ آرش جان، خیلی ممنونم از محبت و توجهت، ولی من خودم از پس کارهای خونم برمیام. معلوم. حالا دو دفعه ماکارونی شد که دوست نداشتم. حالا ولی من واقعا کم نذاشتم برای خونه. مگه من چه حرفی زدم؟ خب پس نه، من مطمئنم که کم نذاشتی. یکم بیشتر با ناهید خانم آشنا بشی متوجه میشی خیلی خانم کاربلد، خانم کار کشته، خیلی مهربون. از بچگی تو خونه مشفق همیشه به من لطف داشته، حتی خیلی مواقع جای خالی مادرمو برام پر میکرده. مطمئنم اشتباه نمیکنم. ناهید خانم، میشه خواهش کنم اینا رو ببری؟ خودم میبرم، خیلی ممنون. من یه خواهش ازت بکنم، فردا برو اونجا که الان داری کار میکنی، برو تسبیحاتو بگیر، اول وقتم اینجا باش. فقط اون چیزایی که بهت گفتم فراموش نکن. چشم. مشفق بزرگ میگفتش که تو خونه همه چی باید برق بزنه. یعنی شما توی خونه آقای مشفق از بچگی آرش بودین دیگه؟ بله خانم جون. باز کن، منم فرزانه. خود کیمیا گفت من دعوتش کردم. چطور مگه؟ ولی بی نوای من، تو چقدر ساده ای. اون آدرس اینجا رو میخواسته، تو دست خوردی خاله جون. نرگس کتاب داده؟ همونه دیگه، همون کتابی که دیشب داشتم درستش میکردم. خب نرگس داده. نکنه این کارا به اون کتاب فروشی مرتبط میشه. شما واقعا کی هستی؟ خب من فرزانم، فرزانه مشفق، خواهر آرش. ببینم در مورد من گذشتم، فرزانه اینا که جزو حرفای معمولی تو نیست هست؟ از این حرفو که پرسیدن، ولی من همش تفره رفتم، همش جواب سرباله دارم. آره مشفق زن دیگه ای نداشته، مادر من کلفت خونه مشفق بوده. ای لحظه نا